پرزیدنت ترامپ با قبول دعوت رئیس مجلس نمایندگان فردا شب سومین سخنرانی سالانه خود را درباره وضعیت کشور ایراد خواهد کرد این در حالی است که سنا قرار است یک روز پس از این سخنرانی درباره روند استیزا رأیگیری کند تصور غالب بر این است که سنای تحت کنترل جمهوری خواهان پرزیدنت ترامپ را از هر دو اتهام سو استفاده از قدرت و ایجاد مانع در روند تحقیقات تبرئه خواهد کرد گزارش از سیران شرفی پرزیدنت ترامپ پس از پرزیدنت کلینتون و پرزیدنت نیکسون سومین رئیس جمهوری خواهد بود که همزمان با روند استیزا درباره وضعیت کشور به کنگره گزارش می دهد. اما بی سابقه است که یک رئیس جمهوری در حالی در جریان روند استیزا درباره وضعیت کشور به کنگره گزارش بدهد که در پی کسب مجدد مقام ریاست جمهوری است. هانس فون اسپاکوفیسکی از بنیاد هریتیج می گوید از این روز سخنرانی پرزیدنت ترامپ درباره وضعیت کشور در, در آستانه انتخابات در ماه نوامبر اهمیت دارد. اقتصاد با قدرت پیش می رود. نرخ بیکاری واقعا پایین است. در واقع نرخ بیکاری در میان آمریکایی های آفریقایی تبار و اسپانیایی تبار در پایین ترین سطح خود قرار دارد. اینها دستاوردهایی است که به باور من پرزیدنت ترامپ می خواهد در کنگره درباره آنها صحبت کند و برایش مهم نیست که در کنگره چه می گذارد. من جمله موضوع استیسا بیل کلینتون چهل و دومین رئیس جمهوری از اتهام ها تبرعه شد ریچارد نیکسون سی و هفتمین رئیس جمهوری قبل از استیزا استفاده داد و تحلیلگران میگویند پرزیدنت ترامپ به رغم روند استیزا برخوردی پیروزمندانه دارد این نوامبر ما بار دیگر کاخ سفید و مجلس نمایندگان را از آن خود می کنیم ما سنا را تحت کنترل می گیریم و کاخ سفید کنیم به گفته یک کاخ سفید، پرزیدنت ترامپ دو مهمان رسمی در شب سخنرانی در کنگره دارد. تونی رنکینگز، کهن سرباز سابق ارتش آمریکا در افغانستان که به علت اختلال روانی ناشی از جنگ به مواد مخدر معتاد شد و مدتی زندانی و سپس آواره شد. اما یک شرکت آمریکایی به او برای اشتغال در صنعت ساختمانسازی کمک کرد و توانست از مواد مخدر خلاص شود. میهمان دیگر راول اورتیز معاون مرزبانی ایالات متحده است که در سه دهه گذشته به حفاظت از مرزهای آمریکا کمک کرده است سیران شرفی صدای آمریکا